سلام بر همگان من بن سبتی سخنگوی اداره دیپلماسی عمومی اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار و گزارشات روزانه را به فارسی در اختیار شما قرار دهم با عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه تلاش اسرائیل برای تضمین امنیت شهروندانش افزایش یافت اسرائیل در این جنگ سه هدف اصلی می‌بیند برچیدن حماس بازگرداندن همه گروگانها و اطمینان از اینکه هیچ غیر نظامی مجبور به زندگی زیر تهدید نباشد این امر عادلانه و های سنگینی برای مردم اسرائیل دارد تلفات ارتش اسرائیل از 7 اکتبر به 556 افزایش یافته. این تعداد از دیروز 24 مورد افزایش داشته. مردم اسرائیل عزادارند. ما به قهرمانیشان درود میفرستیم و خانواده هایشان را در آغوش میگیریم. 21 تن از سربازان طی عملیاتی در خان یونس کشته شدند. این نیروها در منطقه‌ای در حدود 600 متری مرز عملیات می‌کردند و سایه‌های حماس را به عنوان تلاش ارتش اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل که به ساکنان مرز اسرائیل اجازه میدهد به خانه‌های خود برگردن تخریب کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری گفت حوالی ساعت چهار، یک آر جی توسط تروریست ها به سمت نیروها شلیک شد و همزمان انفجاری در دو ساختمان دو طبقه رخ داد ساختمان ها در حالی که بیشتر نیروها در داخل و نزدیک آن بودند بر اثر انفجار فرو ریختند در همین حال نیروهای ارتش اسرائیل به از بین بردن زیر ساخت های حماس ادامه میدهند نظامیان اسرائیل به پادگاه الجباری حماس در شمال غزه که یکی از پایگاه‌های آموزشی تروریست هاست حمله کردند. سربازان تأسیساتی را برای آموزش در های زیرزمینی دوره تهاجمی ها استخر آموزش حملات دریایی شبیه‌ساز شلیک خمپاره و دفارت متعلق به فرماندهان را کشف کردند. ها توسط سربازان برچیده شد. در متعوت یک تونل متصل به تونل تهاجمی به طول دو کیلومتر متعلق به حماس شناسایی شد. تونل توسط سربازان تخریب شد. هدف از این عملیات جلوگیری از عمل حماس به وعده خود برای تکرار جنایت 7 اکتبر، آدم ربایی، سربریدن، تجاوز و قتل غیر نظامیان اسرائیل است. او گفت ما باید به اسرائیل درسی بدهیم ما شرمنده نیستیم که این را بگوییم با تمام قدرت هفته اکتبر ده اکتبر یک میلیون هر کاری که انجام می دهیم، موجه است اسرائیل مایل است راه درازی طی کند تا گروگان ها را سالم به خانه بازگردانند ما روزانه به های سربازان عزیزمان را در تراش برای آزادی میپردازیم تا زمانی که تروریست ها در غزه به حکومت ادامه دهند آینده پایداری برای اسرائیل یا غزه وجود ندارد غزه باید غیر نظامی شود و ترور ایشکن شود تا آینده روشنتری برای منطقه داشته باشد مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز با اطلاعات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم سپاسگزاریم